بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. عزیزان بیننده تلویزیون امام حسین علیه السلام، توفیق شد تا با برنامه معراج در خدمت شما عزیزان باشیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهره مند. سلام علیکم جا، خیلی علیکم خوش السلام آمدید. ورحمت الله وبرکاته. سلامت باشید. محضر همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. سلامت ان شاء الله به این زودی همه اونها را کربلای معلا ببینیم، در خدمت شما هستم. ان شاء الله خدمت از بنده است. دوستان عزیز، از همین الان میتونید همراه ما باشید بر روی فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام. عزیزانی که هر روز از این طریق بیننده ما هستن هم سلام میکنم خدمتشون. دعوت میکنم از شما عزیزان تا انشالله روایت برنامه رو با هم ببینیم و بعد جناب استاد بسم الله بگن برای درس امروز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. در جلسه قبل عرض کردیم که چند گروه بودند، چند دسته بودند. اینها در زمان حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برای حضرت اسباب گرفتاری بودند و باعث ناراحتی حضرت شدند. یکی حسودانی که نمیتونستند مقام الهی حضرت رضا علیه السلام را درک بکنند، اونقدر آتش حسد و آتش کینه در سینه اونها شعله ور بود که سرانجام منجر شد به مسمومیت حضرت و آقا را در بلاد غربت دور از وطن شهید کردند. گروه دوم گروه غالیان بودند که آقا امام هشتم علیه السلام برای کنترل کردن این گروه، به خاطر اینکه افکار انحرافی اونها پخش نشه بین مسلمین و باعث خرابی ذهن و عقیده مسلمانان نشوند، مطالبی فرمودن. از جمله این حدیث شریف را که صاحب احتجاج این حدیث را نقل کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمودن ان من تجاوز لامیر المؤمنین علیه السلام العبودیه فهو من المغضوب علیهم و هو من الضالین. کسی که از مرز عبودیت تجاوز کنه و قائل بشد به این که امیر المؤمنین علیه السلام خدای عالم است، این جزء کسانی است که خداوند بر اونها غضب کرده و جز به کسانی است که دارای فکر انحرافی هستند. این روایت با تفصیلی که در جلسه قبل عرض کردیم برای ما چند تا نتیجه داره. بررسی کردن این نتایج برای ما حائز اهمیت. اولا سبب و منشأ غلو چیه؟ چه باعث میشد که یک عده با اینکه از موالیانن و از شیعیانن آقا امیر المؤمنین علیه السلام را که خلیفه رسول الله و خلیفه خدای عز و جل و مظهر و مظهر صفات الهی است، بیان اشتباه کنن و مولا را خدا بدانند؟ سببش چیه؟ سببش چند تا چیز باشه. یکی از اسبابش قصور فکری و عقلی این گروه است.
اینا فکرشون قاصر بوده، فکرشون کوتاه بوده، عقلشون به حد کمال نرسیده بوده. معاجز فراوانی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه می دیدن، بله یدشون فکر کردن آقا امیر المؤمنین علیه السلام خدای عالم است، یعده دیگر فکر کردن که آقا امیر المؤمنین خودش شخصا پیامبری است از ناحیه خدای تبارک و تعالی. این به خاطر همون کوتاهی فکری که داشتن. یده هم که قائل به غلوف شدن، اینها اهل دنیا بودن، دنیادارها بودن، اونایی که طالب جاه و مقام و شهرت بودن، میخواستن یک سخنی در بین جامعه بگویند که دیگران نگفته باشند تا نظرها را به سمت خودشون جلب کنند، معروف بشن در جامعه، مشهور بشن در جامعه. و چه بهتر که به اسم آقا امیر المؤمنین علیه السلام برای جلب قلوب شیعه ها بیان بگن امیر المؤمنین خدای هستی و خدای عالم وجوده. این اولین مطلبیه که این روایت شریفه میتونه برای ما داشته باشه. ثانیاً حضرت از قول امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که این غالیان یا مغضوب علیهم هستند یا ضالین هستند. مغضوب علیهم یعنی حتما کسی که قائل به غلو بشه به این شخص توبه نکنه از این فکر اشتباهی که دارد، سرانجام کارش عذابه، کارش گرفتار شدن در آتش دردناک جهنمه. و دیگر اینکه نها والن یعنی گمراهن، اینا از نظر فکری چیان منحرف هستن. از این جهت شیعه های با اخلاص چی می کردن؟ می آمدن محضر ائمه هدی علیهم السلام، عقاید خودشون را اونجا ابراز می کردن، عرضه می کردن، تا دائما عقاید بر واقعیت عقاید منطبق باشه. باید انسان دائما خودش را از امام علیه السلام جدا نکنه تا اون عقیده سالم و صحیح را درباره حضرات ائمه هدی علیهم السلام پیدا کنه. مطلب دیگری که از این روایت میتونیم ما برداشت کنیم اینه که حضرت رضا علیه السلام برای رد نظریه غالیان به فرمایش خود امیر المؤمنین سلام الله علیه استشهاد کردن. اونا می گفتن امیر المؤمنین خدای عالم است. حضرت رضا علیه السلام فرموده خود امیر المؤمنینی که شما او را خدا می دانید، خودشون فرمودن من بنده خدا هستم، من عبد خدای عز و جل هستم، اما نه عبد معمولی مثل سایر عباد، بلکه عبدیه که تمام صفات حق تعالی را یک جا ظاهر نموده، مظهر و مظهر صفات جمال و جلال خدای عز و جل. بنابراین چون به فرمایش خود حضرت استشهاد کردند، دیگه عذری و بهانه‌ای غالیان نداشتن، دیگه نخواهند داشت. بس. مطلب چهارم که خیلی مطلب مهم و حائز اهمیت این است که حضرت رضا علیه السلام با توجه به فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه دست ما را در بیان فضائل اهل البیت و ائمه هدی علیهم السلام، ائمه معصوم علیهم السلام، دست ما را باز گذاشتن. فرمودن فقط نگید علی خداست، فقط نگید علی پیغمبره، اما چی بگید؟ هر فضیلتی را خواستید درباره امیر المؤمنین بگویید می توانید اون فضیلت را بگویید. اگر فضیلتی واقعا فضیلت است، حتما از آن آقا امیر المؤمنین علیه السلام
ولو این فضیلت در ضمن روایت ذکر نشده یا در ضمن یک روایت ضعیفه‌ای ذکر شده است، ما باید توجه به سند نکنیم اینجا. چرا؟ چون آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند فقولوا فینا ما شئتم، درباره فضائل اهل البیت علیهم السلام، آن چرا که دلتون خواست بگویید، نه اون چرا که ما براتون گفتیم. خوب دقت کنید، یه وقت بفرمایند امیرالمؤمنین علیه السلام دارای 100 فضیلت و این 100 فضیلت را من موسی بن جعفر دارم برات میگم، پس توی شیعه باید از این 100 فضیلت به بیشتر بالاتر نری. یا حضرت صادق علیه السلام بفرماید که فضائل ما مثلا 200 فضیلت همین و غیر از این نیست، در حالی که اینجور نفرمودن، فرمودن قولو فینا ما شئتم، نه ما شئنا، یعنی هرچه دلتون خواست درباره فضائل ما بگویید، حدی ندارد، اندازه‌ای ندارد. بنابراین اگر یک کتابی فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را در اون کتاب ذکر کرده، حتی اگر اون کتاب سندش ضعیف باشه، طبق این روایت ما مجاز هستیم از اون کتاب استفاده کنیم و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را از روی اون کتاب برای دوستان امیرالمؤمنین و برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کنیم. به عنوان مثال، آیا رفت آمد جبرائیل علیه السلام که امین وحیه، رفت آمد کردنش به خانه حضرت زهرا علیه السلام فضیلت هست یا نیست؟ جبرائیل امین، جبرائیلی که ملک مقربه، این بیاد نزد حضرت زهرا علیه السلام، با حضرت زهرا گفتگو کنه، برای حضرت زهرا مطالب آسمانی بیاورد، این ارزش دارد یا ضد ارزشه؟ قطعا این یک فضیلته، قطعا یک ارزشه. بنابراین اگر گفته شد که امین وحی حضرت جبرائیل در خانه حضرت زهرا علیه السلام رفت آمد داشتن، ماها به عنوان فضیلت باید بپذیریم، ولو روایتی نباشد که روایات داریم، روایات فراوان، بدون اذن وارد نمیشد. حضرت زهرا علیه السلام رو میگن محدثه، محدثه یعنی چه؟ یعنی ملائکه آسمان می آمدن خانه حضرت زهرا، مطالب آسمانی را برای حضرت زهرا و امیر المؤمنین می آوردن. بنابراین گرچه روایت اینجا است، اگر فرضاً روایت هم نبود، ما این را با عنوان فضیلت باید می پذیرفتیم که خانه حضرت زهرا علیه السلام محل رفت آمده ملائکت الله بوده و وحی می شده بر حضرت زهرا علیه السلام. حالا تا یک کسی این حرف را بشنوه نگد اوی اینا دارن ادعا می کنن که حضرت زهرا پیامبره، مگر هر وحیی وحی نبوتی است؟ نه، قرآن کریم می فرماید و اوحینا الی النحل، به نحل که زنبور عسله چی شده؟ وحی شده، پس زنبور عسل پیغمبره. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی ما وحی کردیم، خدا می فرماید ما وحی کردیم، پس مادر موسی پیامبر بوده؟ نه، به حضرت زهرا علیه السلام وحی می شده، یعنی مستقیماً از آسمان و توسط جبرائیل امین مطالب الهی را، مطالب آسمانی را حضرت زهرا می گرفته، ولو حضرت زهرا نبی نیستند، رسول بله نیستند.
بنابراین این مطلب امیر المؤمنین علیه السلام در این روایت کاملا دست ما شیعه ها را در بیان فضائل آقا امیر المؤمنین علیه السلام باز گذاشته. یه هر فضیلتی را که شما آن را به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت بدهید این درست است، فقط نگویید علی خداست. بله حاجا، یه سوال بپرسم جسارتا. خب بقول فینا ما شئتون، بله. یعنی هر چی که دوست داشتید برای ما بگید ما شئتون، بله. ولی یک مستری نیاز داره، این کار نمیشه که انسان مستره. دروغ ببنده. نه دروغ نیست، هر چی بگید طبق واقع، چون واقعیت امیر المؤمنین یک واقعیت بی حد، بی حد و مرز و بی منتهاست. هر چه بگویید مطابق با وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، به شرطی که اون مطلب فضیلت باشه، یعنی دارای ارزش باشه. اگر چیزی دارای ارزش است و از نظر عقل آن را به عنوان ارزش ما تلقی بکنیم، مطمئن باشید اون فضیلت فضیلتیه که مربوط به آقا امیر المؤمنین علیه السلام. برابر اگه کسی بگه آقا روایتش کجاست، روایت نمیخواد. خب معیار این فضیلت چطور سنجیده میشه؟ این عقله و عرفه. خیلی اگر... ها میان سوء استفاده میکنن، بله. بین کلامتون اثر خیلی، بله. ها میان سوء استفاده میکنن و ادعا میکنن که امیرالمومنین که خونه نشین شدن 25 سال از فضائل امیر، یعنی بابش میکنن در باب فضائل امیرالمومنین. بله خانه نشین شدن حضرت این نشانگر فضیلت صبر حضرته. بله و فضل و صبر حضرت. خب از همین استفاده میکنن برای مثلا سکوت کردن در مورد براءت. نه این استفاده غلط، اصلا ربطی به این موضوع نداره. بله ما در بحث‌های ماه مبارک رمضان، بله. کاملا مفصل عرض کردیم فهمدی. حضرت مأمور به صبر بودن ولی مأمور به سکوت نبودن و دائما به خلیفه وقت و حکومت غاصبانه وقت دائما معترض بودن، هم خودشون و هم یاران نزدیکشون اعتراض کردن و براءت خودشون را از حکومت وقت اعلام کردن. بله متشکرم. یه سوال دیگه بپرسم جسارتاً، حالا گفتن قلوب یا به دل ایمان داشتن قلوب، کدوم از اینها بیشتر ایراد داره؟ خب اخیراً چیزی که هست و زیاد باب شده، خب من میخوام یکم واضحش کنم به خاطر خیلی از عزیزانی که میدونم بیننده ما هستن و اینجور مسائل هم براشون مهمه، خصوصا اینکه الان خیلی در موردش صحبت میشه. بله حتی کسی که مثلا توی یک مدرسه عزاداری این رو به زبون میاره، هرچند که میدونیم که امام حسین رو دوست داره، حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داره، ولی خب این رو به زبان میاره. این اصلا باید از الفاظی در مدح و فضیلت اهل البیت علیهم السلام استفاده کرد که خودشون نسبت به اون الفاظ راضی باشن. بنابراین لفظ این که علی الله هست یا علی خداست، چون گفتن نگویید نباید از گفتن خودداری کنید، حتی اگر بهش اعتقاد نداشته باشید. بله حتی به لفظ هم نباید آورده بشه، اما بدونین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه مظهر و مظهر جمیع صفات خدای تبارک و تعالی است. مطلب دیگری که خواهش میکنم، مطلب دیگری که از این روایت میتونیم استفاده کنیم اینه که غلو و نصارا چه بوده که فرمودن من براءت می جویم از کسانی که درباره حضرت عیسی علیه السلام غلو کردن. اونا غلوشون چی بوده؟ مثل اینکه چهار قسم غلو داشتن نصارا درباره حضرت عیسی سلام الله علیه، که این چهار تا نحو غلو به ترتیبه. ترتیب اولش، مرتبه اولش، عیسی را می گفتن فرزند خدای عزوجل، در حالی که این حد که حرمت به ذات اقدس الهی که لم یلد ولم یولد. دیگر این که مرتبه بالاتر می گفتن عیسی رب است، عیسی پروردگار جهانیان است. سوم این که او را یکی از سه خدا می دانستن،
قائل به سه مبدأ بودن: اب، ابن، روح القدس، پدر، پدر، پسر، روح القدس. فرزند و روح القدس، یکی از سه خدا او را می دانستن. این هم چیه؟ این غلویه که آقا امیرالمومنین علیه السلام ازش چی؟ برائت جسته، تبری کرده. و چهارم اینه که صاف می گفتن الله همون عیساست، عیسی همون الله، اللهه. بنابراین مسئله غلو یک امر خطرناکیه، یک امر خطرناکیه. شیوعش در جامعه ایمانی و در جامعه اسلامی باعث چی میشه؟ باعث انحرافات فکری شیعیان میشود. اما توجه داشته باشیم، حالا که غلو را ائمه هدا علیهم السلام رد کردن، ما نباید از فضائل کم کنیم، نباید فضائل اهل البیت علیهم السلام را نادیده بگیریم که فضائلشون حد و حصری ندارد. اول زیارت جامعه، برای ورود به خوندن زیارت جامعه فرمودن 100 مرتبه الله اکبر بگید، یعنی اینها نماینده خدایی هستند که اکبر است. دوچاره همین شکلش شد. اکبر است. یعنی هر چه بگویید درباره ائمه، باز خدا چیه؟ اکبر. خدا بزرگتر است. بزرگتر است و خدا اکبر است. گروه دیگری که بله، حضرت رضا علیه السلام با اونها مقابله کرد و گرفتاری های بسیاری برای مسلمین به وجود آوردن که خطرشون از مأمون عباسی هم بدتر بود و خطرشون حتی از غالی ها هم بدتر بود برای عالم اسلام، گروه واقفیه. واقفیه اولا معلوم باشه علمای اسلام بودن، رؤساشون عالم بودن، یعنی علم دین داشتن و علم دینشون را از امامان علیهم السلام گرفتن. متاسفانه راویان حدیث بودن، حدیث بلد بودن، نشسته بودن پای درس ائمه هدا علیهم السلام و روایات اهل البیت علیهم السلام را آموخته بودن. دیگر اینکه اینها درجه شون و اعتبارشون اعتبار وکلا بودن، وکیل ائمه هدا علیهم السلام بودن، نماینده آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه بودن و ایامی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان بودن، اینا خودشون را واسطه معرفی کرده بودن، واسطه بین امام زندانی و بین شیعیان. دیگر اینکه مرجع بودن، مرجع مردم بودن در بیان احکام، یعنی اگر مردم حکمی از احکام دین را میخواستن باید مراجعه میکردن به اینها. بس از نظر اعتبار خیلی حائز اهمیت بودن، موثق بودن، بسیار موثق بودن. ولی متاسفانه شیطان اونها را گول زد، چون اموال فراوانی در این مدت 14 ساله‌ای که امام موسی بن جعفر علیه السلام زندان بودن، اموال بسیاری از دوستان و شیعیان اهل البیت از اخماس و خمس و زکات و صدقات و مثلا رد تبرعات، تبرعات، اینا همش نزد اینها جمع شده بود، مال فراوانی نزد اونها بود. شیطان گولشون زد، باعث شد اینا نسبت به این اموال طمع پیدا کنن. طمعشون به این اموال سبب شد هم منکر شهادت موسی بن جعفر علیه السلام شدن، که انشالله در جلسه آینده بحثش میکنیم، و دیگر امامت حضرت رضا علیه السلام را قبول نداشتن، رد کردن، نپذیرفتن، و این خطرش از خطر غالیان به مراتب بیشتره. غالیان میگفتن امیرالمومنین را قبول داریم، امام حسن را قبول داریم، امام حسین را قبول داریم، حضرت عسکری را قبول داریم، امام زمان را قبول داریم، تا چه اندازه در حد خدایی اونها را قبول داریم.
واقفی ها میگفتن ما اصلا تا موسی بن جعفر بیشتر قبول نداریم، اصلا قبول نداریم. واقع دیگر ائمه را یعنی حضرت رضا را اصلا قبول نداریم. جواد الائمه را اونم کیا؟ عالمان ملبس به لباس دین اینها داشتن این حرفا را میزدن. لذا ضرر واقفی ها و امثال واقفی ها برای مسلمون ها و برای دین ضررش اشد از ضرر غالی ها و حسودانی همچون مأمون و هارون عباسی. خیلی ممنونم شما، خیلی متشکرم ازتون. بحث خیلی مهمی است، درس خیلی مهمی است. خواهش میکنم از شما عزیزان حداقل پارت اول برنامه رو هر روز همراه ما باشید. 12-13 دقیقه این برنامه شروع میشه، بتونید همراه ما باشید. حالا قسمت دوم برنامه مهم هست، ولی خب شما میتونید بعد در فضای مجازی در اینستاگرام تقطیعات رو ببینید و استفاده کنید. ولی این بخشی که فقط بر روی یوتیوب و فیسبوک شبکه منتشر میشه، بعد اگر بتونید همزمان با ما و همزمان با بنده همراهی بکنید جناب استاد بهره‌مند، همین الانی که برای شما سوال پیش میاد میتونید برای ما بفرستید و اگر شبهه، اگر موضوعی چیزی هست مطرح میشه سریع به جواب برسید. بریم میان برنامه برگردیم. وقتتون بخیر. و اما بخش دوم برنامه که سوالات شما عزیزان هست. عزیز بیننده پیام داده بود که آیا کانالی هست برای سوالات شما عزیزان؟ عرض کنم که خیر، تنها کانالی که هست و شما میتونید در ارتباط باشید که گاهن تقطیعات برنامه هم اونجا قرار میگیره، کانال تلویزیون امام حسین علیه السلام هست که میتونید از روابط عمومی طریقه وصل شدن به این کانال رو، پیوستن به این کانال رو دریافت بکنید. ولی صفحه اینستاگرام برنامه معراج هست که تقریبا با یکی دو روز تاخیر بعد از هر قسمت سوالات و تقطیعات سوالات شما عزیزان اونجا قرار میگیره و میتونید کمال استفاده رو ببرید. و اما بخش دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوالات امروز. سلام علیکم، وقت شما بخیر. اقرار به ولایت امیرالمومنین علیه السلام در تشهد نماز جائز است؟ چگونه باید آن را گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله شیرازی میفرمایند تشهدی را که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه در مصباح بیان کرده، گفتن اون تشهد اشکالی نداره که بعد از شهادتین، یعنی بعد از اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گفتن این شهادت و ان علیا نعم الولی، گفتن این شهادت بعد از اون دو تا شهادت اشکالی ندارد، چون روایت دارد و راوی این روایت هم شیخ طوسی اعلی الله مقامه که صاحب بله دو کتاب یا یک کتاب از بله صاحب دو کتاب از کتب اربعه، صاحب کتاب استبصار و صاحب کتاب تهذیب. کتابی دارد به نام مصباح که در اون کتاب این روایت را ایشون ذکر کرده و آیت الله شیرازی این روایت را قبول کردن و میفرماید ایرادی ندارد. کسی بعد از اون دو تا شهادت، یعنی شهادت به وحدانیت خداوند و شهادت به رسالت رسول الله، شهادت بده به ولایت امیر المؤمنین که او نعم الولی است، بهترین اولیاء خدای تبارک و تعالی است. متشکرم. انقدر اینجا عربی صحبت میکنیم که گاهی فارسی صحبت کردن بنده با عربی قاطی میشه. خب با عرض سلام و خسته نباشید، بنده دو سوال دارم.
اول اینکه در نماز ذهنم درگیر مسائل غیر نماز می شود، آیا نمازم باطل است؟ دوم اینکه تمثال معصومین علیهم السلام ایراد دارد؟ از شرایط قبولی نماز داشتن حضور قلب، یعنی مصلی نمازگزار در نماز و سعی کند قلبش متوجه نماز باشه، متوجه خدای عز و جل باشه و این عقربه دلش به سمت چپ و راست تمایل پیدا نکنه. بله نکنه. چکار کنم که حضور قلب در نماز داشته باشم؟ معانی نماز رو بدونم. بله. یعنی بفهمم در نماز چی دارم با خدای عز و جل میگویم. سعی کنم معانی جملات نماز واضح بشه برام. ثانیاً مستحبات قبل از نماز را انسان انجام بده. مثلا قبل از نماز این قلب و زبانش را نورانی کنه به ذکر. قبل از نماز ذکر خدا را بگه. قبل از نماز قرآن تلاوت بکنه تا در حین نماز دل او به این سمت و اون سمت حرکت نکنه. و ثالثاً اگر بتوند یک محل مناسبی برای نماز خودش انتخاب بکنه، اگر چنین بکنه حضور قلب براش بهتر حاصل میشه. در روایت دارد که حضرت زهرا علیه السلام در خانه محراب داشتند، محراب عبادت داشتند و قرار گرفتن در محراب عبادت توجه انسان رو به خدای عز و جل بیشتر بکنه. با تشریفات انسان نماز بخونه. با تشریفات یعنی چه؟ یعنی مثلا جانماز حتما پهن کنه، نه اینکه یه مهر بذاره تو زمین بدون اذان بدون اقامه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، نه. با تشریفات سجاده پهن کنه، بله. خدمتون عارضم انگشتر به دست داشته باشد، بهتری لباس ها رو به تن بکنه، عطر بزنه و با اینا باعث میشه توجه انسان بیشتر به خدای عز و جل بله بیشتر میشود. بله. دیگر این که واقعا در نماز انسان طوری بیشتد که خدا را مد نظر داشته باشه، که در روایت دارد میفرماید اعبد الله که انک تراه، چنان به عبادت بیست انگار خدا رو داری میبینی. فان کنت لا تراه فانه یراک، اگر اندازه معرفت انسان به این حد نیست که خدا را ببینه، لااقل بداند که خدا او را میبیند. پس من خودم را در برابر کسی ببینم که دارد مرا میبیند و کلام مرا دارد میشنود. با چنین خدایی مشغول صحبت و گفتگو باشم. اینا باعث میشه که حضور قلب برای ما بیشتر حاصل بشه. تمرین میخواد البته، و هرچی بیشتر انسان سعی بکنه خدا هم لطف میکنه، خدا هم عنایت میکنه. و اما سوال دومش در مورد تمثال ائمه هدا علیهم السلام. این تمثال هایی که هست غالبا حقیقت چهره امام علیه السلام را برای ما بیان نمیکنه. اگر خدای نکرده این تصاویر و این تمثال ها این باعث بی حرمتی به مقام امام علیه السلام بشه، اصلا گناه هم دارد، حرامه. اما اگر نه، جوریه که واقعا انسان رو به یاد حضرت رضا علیه السلام میاندازه. وقتی که این تمثال آدم میبیند میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا امیر المؤمنین. بله. اگر واقعا تمثال تمثالیه که میشد یاد آوره وجود مبارک امام علیه السلام باشه، نه اشکالی ندارد و مورد حرمت و احترام هم هست. سلامت بشون. نظری ندارید در مورد وجه اشتراک با چهره اصلی در مورد این تمثال ها جسارت هم؟ خب ما که نمیدونیم چهره اصلیشون واقعا
چگونه بوده. بله بله، اینا بر اساس شنیده هایی که داشتن، اینا رسام های مقتدر برداشتن این تمثال ها را کشیدن. بله، بعضیاش خیلی نامناسب ناجوره، بله. ولی بعضیاش نه انصافا واقعا همون سلامه به دل انسان میفته و به زبان جاری میکنه. ممنونم ازتون. چقدر فرصت داریم تا فرمود یک دقیقه حاجا، اجازه میدید باقی سوالات برای جلسه بعد بمونه؟ در خدمت. ممنونم از شما. ممنونم از شما عزیزان همچنین به خاطر تماشا و انتخاب این برنامه. انشالله روزهای بعد 12:30 به وقت کربلای معلا در خدمت جناب استاد بهرمن هستیم و شما میتونید ما را از تلویزیون امام حسین، فیسبوک و یوتیوب همچنین همراهی بکنید. دوستان عزیز مجددا عرض میکنم بخش ابتدایی برنامه این روزها خیلی مهم است. اگر یک تخطیه یکی دو دقیقه در فضاهای مجازی از این برنامه شما میبینید کافی نیست برای اینکه موضوع صحبت و درس جناب استاد بهرمن رو متوجه بشید. خواهش میکنم روز تقریبا 30-35 دقیقه فرصت بذارید این برنامه رو تماشا بکنیم. هم خود ما نیاز داریم، هم کسانی که اطراف ما هستن نیاز به منبع‌های سالم و دریافت مطالب سالم دارن. هر روز 12:30 برنامه معراج شبکه جهانی محسن علیه السلام به دیگران هم اطلاع بدید. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی. خسته نباشید.